یو یو سلام چاکرم شهرزاد، اومدم با یه ویدیو خفن دیگه، یه آنباکس خفن دیگه نداریم امروز. ولی چه خبر ردیفی؟ اوکی، امروز میخوایم راجع به جواب سوال شما در واقع صحبت کنیم، سوالی که خیلی هاتون ازم پرسیدید که چرا این روزا دیگه ایر جوردن، یعنی در واقع ایر جوردن وان نایکی، مثل سابق خیلی طرفدار نداره و طرفداراشو داره از دست میده. آیا کیفیتش اومده پایین؟ آیا موردی داشته، داستانی داشته که میخوام کامل براتون امروز توضیح بدم. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، اگه تازه اومدید توی کانال من، بدونید من یه آدمی هم عشق کتونی، یه عالمه کتونی خفن و خاص خودم دارم کتونی ها رو کالکت میکنم، کارهایی که خاص دارن، و این عشق رو با شما به اشتراک میذارم. پس اگه شما مثل من اهل اسنیکرز و کتونی و اینجور داستان هستید، حتما کانال من سابسکرایب کنید، ما رو به دوستای کتونی بازتون معرفی کنید، و اگه با ویدیو حال کردید لایک کنید و توی کامنت ها حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. این باعث میشه که بتونیم با هم ارتباط بیشتری برقرار کنیم. خب همینجور که میدونید، ایر جوردن یکی از خاص‌ترین و محبوب‌ترین و پرطرفدارترین و در واقع میشه گفت اگر سری ایر جوردن وان نایکی نبود، نایکی هم نبود. که امروز این روزا در واقع خیلی افت کرده و به جایی رسیده که حتی برندهایی مثل نیو بالانس، اسیکس و آدیداس اومدن در صدر جدول و نایکی افتاده زیر همه اینا. حالا چرا؟ صحبت‌های زیادی راجع به این قضیه هست، ولی صحبت منطقی و صحبتی که اکثر کسایی که حالا کالکتور هستن و دارن کفش جمع میکنن و دنبال کارهای خاص هستن اینه که تکرار زیاد باعث شده این کفش محبوبیتش رو از دست بده. خب از جایی که میدونید، ما اولین بار نایک ایر جوردن وانو سال 1984 بود که تو زمین بسکتبال پای آقای مایکل جوردن دیدیم، و اونجا بود که تو اون دوره که بسکتبال خیلی محبوب بود و خیلی این ورزش طرفدار داشت و مایکل جوردن که خودش تلنتی بود اون زمان و خدای بسکتبال بود کلی طرفدار داشت، همه اینا باعث شد نایکی پیشرفت عظیمی داشته باشه. نایکی که قبل جوردن رو به سقوط بود و نمیدونست چی کار کنه، ولی از داستانی که بین آدیداس و مایکل جوردن پیش اومده بود و یه وقفه توی قراردادشون افتاد استفاده کرد، رفت سریع سراغ جوردن و مخشو زد و تونست قراردادو ازش بگیره. در واقع من کاملا با این قضیه مخالفم. هیچ وقت به نظر من سری ایر جوردن وان نایکی فراموش نمیشه، چون اینجا بحث کفش نیست، بحث یک کاراکتر هستش، بحث یک شخصیت، یک شخصیت محبوب، پرطرفدار، یک تالنت که توی دنیا میشناسنش هست. هیچ وقت سری جوردن که اصلا اسم مایکل جوردن روی این کفش هست فراموش نمیشه، اینو ما باید قبول کنیم. هر چقدر فروش این کار بیاد پایین، هر چقدر محبوبیت این کار بیاد پایین، کفش نیست که فراموش بشه. ولی سقوط این روزاش دلیلش تکرار زیاده، کفش هایی که داره میزنه در رنگ های مختلف. خب این سری ایر جوردن وان به همین شکل داره هی تولید میشه در رنگ ها و طرحهای مختلف، یعنی اصل داستان همینه، و این تکرار زیاد باعث شده که شما این کفش رو پای هر کسی ببینی، کسی نیست که توی خونش یه جفت ایر جوردن وان نداشته باشه، و این دیدن زیاد باز باعث شده که این کار از چشم بیفته و محبوبیتش کم بشه. چرا؟ چون شخص خود من دوست دارم کاری رو که استفاده میکنم خاص باشه، پای کمتر کسی باشه، چون اینکه امکان نداره این کفش فقط پای تو باشه، ولی حداقل پای هر کسی نبینم. اما اینکه تو از خونه میری بیرون و میبینی نصف آدمایی که تو شهر میبینن ایر جوردن وان استفاده دارن میکنن، همین باعث میشه یکم از چشت بیفته، و این در واقع باعث شده که این کفش محبوبیتش رو از دست بده و فروشش بیاد پایین. در صورتی که ما در مورد کلاب ها صحبت نمی کنیم، همینجور که می دونید کلاب هایی مثل تراویس اسکات، مثل کارهایی که با لیوایز می زنه و با کرکترهای معروف، شرکت های معروف،
اونا همیشه سری سولدات میشه و طالب خودشو داره، چون داره بیزینس میشه رو اونها و کفشاییه که در واقع لیمیت ادیشن هست. ما داریم در مورد سریایی که وارد سایت میشه، تعداد محدودی نداره و خب عام میتونن خرید کنن صحبت میکنیم الان، وگرنه توی هر برندی تمامی کلاب ها همیشه سری سولدات شدن و همیشه فروش رفتن. اینه در واقع دلیل اصلی سقوط جردن وان، که به نظر من سقوط نیست، کمرنگ شدن اونه، اونم به خاطر تکرار زیاد و اینکه شما همه جا دارید میبینید شاید یکم کمرنگ شده و چش شما افتاده. و مطمئنم که پشت این داستان هم باز هم سیاستی است و مطمئنم که این کفش هیچ وقت سقوطی نداره در واقع نظر من، چون میگم اسم مایکل جردن رو این کفشه، این کفش بسکتبالیه، کلی کاراکترهای معروف، کلی شخصیتهای معروف، آدمای خفن، بازیگر، خواننده از این کفش استفاده کردن، کلی از بسکتبالایی که همین الان دارن تو تیم ملی NBA یا تیمای دیگه بازی میکنن، اینها همشون از این کفش دارن استفاده میکنن، خیلی از بزرگاشون. و این باعث میشه که هیچ وقت این کفش سقوطی نداشته باشه، چون خود رشته بسکتبال یه عالم هوادار داره و خود اون کاراکترها یه عالم هوادار و یه سری هم اصلا طرفدار ایر جردن وان هستن و خواهد بود. پس این اشتباه رو نکنید، ایر جردن وان توی کیفیتش هیچ تغییری ایجاد نشده و هیچ سقوطی نداشته، فقط به نظر من یه مقدار اون تکرارش باز شده یه کم از چشما بیفته که اون به زودی درست میشه و همچنان مدلای کلاب جردن وان توی دنیا سری سولدات میشن. ولی الان داریم میبینیم که خیلی از ای جردن ها توی نمایندگی ها دارن آف میخورن، سل میخورن و این واقعا چیزیه که ما تا همین دو سال پیش نمیدیدیم، حتی برای یه سری کاراش تو صف میرفتیم و میستادیم مثل همین کار تا بتونیم بگیریم، ولی الان میبینید کاراش تخفیف خورده توی سایت. در صورت هر برندی بالاخره به نظر من یه همچین داستانهایی داره توی به قول اون بیزینسی که داره و چیز عجیبی نیست، همینجور که شما توی برندهای دیگه دیدید. آدیداس هم یه مدت خیلی افت زیادی داشت ولی الان با کلبایی که همش داره میزنه با این اون باز دوباره داره خودشو میاره صدر جدول، یا اسیکس یا نیو بالانس 96 که این روزا همتون دیگه میشناسیدش. اینا همه یه پایین بالایی دارن مثل تمام شرکت‌های تجاری دنیا. دوستتون دارم، دمتون گرم. این سوالی بود که زیاد ازم پرسیدین، گفتم بیام اینجا براتون توضیح بدم. قطعا براتون مهمه اگه اسنیکرز بازین و به این داستان علاقه دارید و اصل داستان رو بدونید. تا ویدیوی بعد، آنباکس خفن بعد، خدا نگهدار. سابسکرایب کامنت یادتون نره.